پس از کشته شدن امیر حبیب الله خان در ماه فوریه سال 1919 میلادی در ولایت لغمان، امان الله خان پسر حبیب الله خان در کابل اعلام پادشاهی کرد. در نخستین اقداماتش امان الله خان استقلال افغانستان را اعلام کرد و در دوران حاکمیت او افغانستان شاهد اصلاحات و تحولات زیادی بود. تحولاتی که به مزاج بسیاری در جامعه سنتی و دینی افغانستان خوش نیامد. امان الله خان پس از حمله مخالفانش که در رأس آنان حبیب الله کلکانی قرار داشت، مجبور شد از قدرت کنارگیری کند. او به ایتالیا رفت و سالها در آنجا بود و سرانجام در سال 1339 در سوئیس درگذشت. حبیب الله کلکانی اما نتوانست بیشتر از 9 ماه بر سر قدرت باشد. به تاریخ 14 اکتبر همان سال ارگ شاهی توسط افراد سازمان یافته نادرخان در محاصره درآمد و حبیب الله کلکانی به شمالی فرار کرد و همان روز محمد نادرخان طی مراسم به حیث پادشاه افغانستان اعلام موجودیت کرد. محمد ظاهر 19 ساله پس از کشته شدن پدرش نادرشاه پادشاه افغانستان شد و 40 سال حکمرانی کرد. در سال 1352 ظاهرشاه در ایتالیا بود که خبر رسید محمد داودخان صدر اعظم و پسر کاکایش کودتا کرده است. پس از آن ظاهرشاه دیگر به افغانستان برنگشت و حدود 30 سال در ایتالیا ماند. ظاهرشاه آخرین شاه افغانستان پس از روی کار آمدن دولت انتقالی افغانستان در سال 1381 به کابل بازگشت و 5 سال بعد در سال 1386 درگذشت. داودخان بنیانگذار نظام جمهوری و نخستین رئیس جمهور افغانستان بود. تا روزه که ما با خود طاقت و توان زیدم میبینم و روحن و جسمن ما حس میکنم که من این کار را کرده میتانم. حکومت داود خان 5 سال بعد با کودتای خونین حزب دموکراتیک خلق مواجه شد و شماری از رهبران این حزب را زندانی کرده بود. در این کودتا داود خان همراه 18 نفر از اعضای فامیلش کشته شدند. پس از حذف داود خان، نور محمد ترکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق در سال 1358 قدرت را در دست گرفت و رئیس جمهور شد. مجدی او مقصد پاره مخ پولانی زو هغه چی شدی طبقاتی مبارزه ده چې په اخر کې استثمارګر طبقه وڅملو او خپل استثمار کېدونکي طبقه خپل سرنوشت په خپل پلاس کې واخی او مبارزه وکړه. ترکی در همین سال توسط طرفداران حفیظ الله امین هم حزبیش با بالشت خفه شد و جان داد. حفیظ الله امین 100 روز در قدرت بود، اما در شش جدی با شماری از اعضای کابینش در ابتدا توسط آشپز روسیش مسموم شدند و سپس در یک حمله 45 دقیقه‌ای به سرکردگی یک افسر شوروی با شلیک گلوله در پیش چشم خانواده‌اش کشته شد. ببرک کارمل رهبر حزب پرچم جدا شده از حزب خلق پس از حفیظ الله امین رئیس جمهور شد. او 6 سال در این سمت باقی ماند، اما در نهایت در سال 1365 توسط همحزبیش نجیب الله از ریاست جمهوری برکنار شد. پس از ببرک کارمل دکتر نجیب رئیس جمهور شد و اما مجاهدین دولتش را سقوط دادند. یگانه راه درست عبارت از مصالحه ملی، دیالوگ و همکاری احزاب و جنبش ها و طیف وسیع نیروهای سیاسی درگیر در این مسئله بوده است. صبغت الله مجددی از رهبران جهادی پس از فروپاشی حکومت دکتر نجیب در بهار سال 1371 برای 2 ماه رئیس جمهور موقت حکومت مجاهدین بود و در سال 1396 درگذشت. پس از 2 ماه از پیروزی مجاهدین، برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان همچون رئیس جمهور حکومت مجاهدین انتخاب شد. اما در سال 1375 امارت اسلامی ارگ را تصرف و قدرت را در اختیار گرفتند. ملا محمد عمر رهبر امارت اسلامی تا سال 1381 در کابل حکومت میکرد. سرانجام پس از سقوط حکومت امارت اسلامی در سال 1381 برهان الدین ربانی قدرت را به گونه مسالمت‌آمیز به حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان تسلیم داد. حامد کرزی پس از ختم دوره انتقالی که 2 سال دیگر نیز تمدید گردیده بود، با شرکت در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان آغاز به کار کرد. حامد کرزی نخستین رئیس جمهوری است که قدرت را از یک دولت منتخب به دولت منتخب دیگر تحویل داد. در انتخابات ریاست جمهوری 1393 کمیسیون انتخابات محمد اشرف غنی را برنده اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله از نامزدان دیگر انتخابات اعتراض کرد و سرانجام هر دو به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند که اشرف غنی به صفت رئیس جمهور و عبدالله عبدالله همچون رئیس اجرایی تعیین شد. پس از آن اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 نیز برنده انتخابات اعلام گردید و برای دور دوم نیز در قدرت باقی ماند.
در حالی که 2 سال از دور دوم ریاست جمهوری اشرف غنی میگذشت، بخش‌های زیادی از کشور به تصرف نیروهای امارت اسلامی افتاد و سرانجام اشرف غنی در 24 اسد سال 1400 از افغانستان فرار نمود که با فرار وی دولت سقوط کرد و تمام ساختارهای نظام جمهوریت از هم پاشید. با سقوط نظام جمهوریت، اکنون امارت اسلامی پس از 20 سال بار دیگر در افغانستان قدرت را در دست گرفته و جغرافیای افغانستان را در کنترل دارد.